عیسی خان. بله قربان. شما در مقام شکاسی درگاه ما ناسلامتی داماد امام هستی. خوشا به حال عیسی خان که مفتخر به چنین فخری شده است. مایلیم به اهتمام اشد عمه از سفر آمده من شاهزاده مریم سلطان و همینطور عروس آتی من گروه سلطان از هر جهت در آرامش و آسایش باشند و هرچه میخواهند بلا درنگ فراهم بشند. بروی چشم حضرت اقدس. جسارتاً بفرمایید با آن گروه از اسرای سپاه گیلان که در زیر زمین قصر شاهی محبوسن چه باید بکنید؟ به مرکزت باشی از جانب ما امریه ببرید تا پی عظیمت ما به تختگاه نو همه اونها را به جهت مقاومت در برابر قشون صفوی از دم تیغ بگذراند تا مایه عبرت دیگر معاندین بشود. کمیم به خانه خودت برس و بی خواهر ما هم بیشتر التفات داشته باش. به روی چشم قربان. اما مگر تا به حال جزین بوده است؟ مسموع شده ایم نزد اهل حرم چند نوبه از تو شکوه و شکایت داشته است. چوپه اغلی الهی خدا عیسی خان رو بکشد. انشالله گذران وقت و بی وقت با کنیزکان حد و اندازه دارد. گروم دنگ افا فتفی و این نقل ها خاقان قوی شد. حرف زیادی ما گفت. ادای خواجه سرها را پیش ما در نیاور. کوال دنگ الهی خدا عیسی خان را بکشد که اسیر دست خواهر هیولا سیرت تو شده است. سرجلفان عالم خان گیلان که ز شمشیر و کشتی میزه دیدم همیشه تابع بی دولتان کشیده سر ز حکم شاه عالم. به کشتی مایل و شمشیر بازی نه بازی دیده و نه زور محکم. قضا فتی چنان برگردنش زد که تاج و تخت و بختش گشت در هم. آلیه که بی سبب لیاقت و شجاعت گواهی گهری صفوی بر یکی دیگر از متمردین داخل نصرت یافتیم بی جهد عظیم اراده کردیم تا فیلی مهمه انتقال تختگاه که مقدمات اون به مساعی چاکران فراهم شده در همین ماه صورت بگیرد. به میمنت و مبارکی. ذات اطلاع شما و مدعوین عزیز و به درخواست مرشد کامل کار بنای میدان بزرگی به نام نقش جهان و چندین قهوه خانه بزرگ با اشربه های گوناگون و خوشگوار خاتمه یافته و حسب الامر همایونی هیئتی از دربار پیشاپیش زمیمه آینه و قرآن روانه تحقیق نو شده. به میمنت و مبارکی انشاءالله. جناب منجم باشی. حسب محاسبه اعداد و بروج و نسب حرکت‌های خورشید در صورت فلکی سور و سنبله و جوزا طالب و اقبال جناب پادشاهی که معول شد بر حرکت در 15 جاریه که ساعت، روز و وقت سعد و خجعسه است. در اصفهان که بیواقع مرکزیت ایران است این قوت میسر می شود که چارسوق این ولای عظیمه را در موضع مناسب تر از شر تتمی اشرار داخله و اجانب متجاوز قاهره طیب و طاهر کنیم انشاءالله. به حول و قوه یک شنبه 14 ربیع الاول عقبه حضرات شیخ بهایی و میرفندرسکی که از 2 پیش راهی تختگاه نو شده بودند در ملازمت خادم داغ دیده وفادار و جناب میرزا حبیب وارد اصفهان شدیم.
من و میرزا حبیب در محله گلباره قریب به بازار قیصریه در سرای معمول و مناسب به ساعت سکونت چیدیم. فرزند دستبوس شما امید دارد که بلکه میرزا حبیب به واسطه تغییر شهر و خانمان زائقه عوض کرده و از این حال خسوف بیرون آید. اگر از حال دایی خواسته باشی، شاکرم به لطف خداوندگار حقیقت و خیر و زیبایی و از بابت حضور در مجلس درس شیخ عجل جناب میرداماد روز شماری میکنم، زیرا بر عموم طالبان دانش ای روزگار مسلم است که در میدان فلسفه ای دوران یک ایران است و یک میرداماد. فرزند شما حتی اگه سودای وصول به افق فراتر رو در سر داشته باشد، اما بی اتصال با افق فکری ای فیلسوف بزرگ، میوه های درخت جانش کال کال خشک خواهد شد. از باب زن آن مام گران به عذوبت پسر نیز جای دلواپسی نیست، زیر و پی چند روز استقرار ما جناب شمسوی گیلانی و تنی چند از رفقای همدرس بنده به این ناحیه نقل مکان کرد. در باب تصمیم شاه جهت تغییر تختگاه حرف و حدیث بسیار است، به نحوی که برخی رد شدن بی خطر از نوست سال 1000، هوای خوش اصفهان، سیل قزوین، دور شدن شاه از حیطه نفوذ و استیلای ترکان قزلباش و استقرار وی را در مرکز ایران جهت کنترل همه جوانب امور کشوری از امهات دخیل در این تصمیم گیری می دانند. ضمناً از شنیدن حرفوی مکتوب هیکیه دونهی به سفر رفتت کسل شدی؟ عمر مادر به قدمت عمر نو هم که باشه، از خوندن مکرر دستخط فرزند دور افتاده از وطن ملول نمیشه. واقعیه که دوست دارم این فراز مطلب که خوندین اقلش یه بام تا شام چند بار خونی کنم. دلسیر که شدم او وقت با یه فراز دیگه اینومه صد جو کنم. برادر اگه خواهر خودشو نشناسه باید گذاشت جلوی توپ با عثمانی. اضافه دلتنگی دوری گمونم یه حس دیگه خراش به دلت میکشه. نقل من کاکو نقل ستاره نزدیک به مطلع الفجر. خروسخون باید بار ثواب و ناثواب عمر رفته رو گلکش کنم و یه نفس الودا بکشم. حالا چه حکمتیه که خروس نمیخونه؟ الله اعلم. من که نباشم صدرا رو چه کسی باید ثبت و ربط بکنه؟ غم دل یه مرد تنهای روزگار شترگاف پلنگی و نگاهی تسلای کدوم ترک شیرازی خال هندوی برزنخدان باید التیام بده. خواست دل من وصلت دخترت سیمینگل با محمد بود که او هم قسمت نشد. به شیراز اگه نظر داری خواهر، از او لعبت های سیمین اوزار که تو وصفشون خواجه حافظ خودمون سخن اول آخر رو زده کم سراغ نداری. دیگه چه جای آه و فسفسه؟ تو هنو خواهر زادت شیرین نشناختی میرز و محمود. به اعتبار طبع شعر و شاعریش کج سلقه نیست، اما جوری گریزون زواهر و ذوب شده معنا و باطن هر چیزه که مادرش متعجب نمیشه اگه پسون فردو با عروسی به شیراز بیاد سالمندتر از خودش و بیبر از وجاهت ساقیوی غزلنامه خواجه حافظ. هرچند اگه عروس فهیم و نجیب و دلسوز باشه برای مادر پسر بسه. راستی یادت باشه کاکو، تو نومه ارسالی برای صدرالدین خبر خونه بخت رفتن سیمینگلم براش بنویسی. ای
یعنی قشنگ هم یکی تایفه چنشی نیمه نونه دا بگی بته نونه دا بگی اگه میخوای عکس بازی تماشا کنی برو نقش جهون ده برو ببینم چه خبره کاکو؟ میبینی عقبی که زشن شاهون است به خاطر پاتخ شدن اسفون این شاه عباسی صفوی انگار که آتیش بازی بلفطر است دیگه تو میدونی جنگ نشد تو میدونی نقش جهون پاتخ رفتن اسفون تا به اینجی که برای شما اهالی این ولایت بی رزق و برکت و روزی نبیشاته حرف حق میگه برن هر کجا ایران که سر پرسودایی بوده راهی این ولا شدی کهف خونا و کاروان سراهش دیچه زای سوزن انداختن نداره کار یه باره بفرمای نصفون شد از جنگل مولا دیگه خاصمای بازار اسفان بگو که از فرد رانق تجارت بادومشان گردو میشکنن بفهمی نفهمی برای امثال تو هم بد نشده شاته اهلی بازار کتا خوی همسال منی شاطره یه لاغبای سر گذر کزا ناشکری نکن شاطر یادمه تا چند وقت پیش سر غروبین اونا تو دستت باد میکرد اما حالا ما رو ببین از وایستادن زیاد تو صف نونوای تو پاهای ماسکه دارت باد میکنه بایستی شما مطالعه بکنید و دروس رو دنبال بکنید السلام علیکم حضرت استاد علیکم السلام میبایستی دنبال بکنید و الا متوجه منظور نخواهید شد کتاب هایی رو که گفتم اون جزواتی که صحبت شد باید بخونید خب حالا دیگر بروید فی امان الله فی امان الله حضرت استاد سلام حضرت ایزان علیکم السلام بنده رو به جو نمیارین؟ قزوین خدمتتون اومدم و جنابالی هم وعده درس اصفهان رو به بنده دادید بله شما رو به یاد میارم خصوصا یادم پرسیدم برای چی میخوای فلسفه بخوانی؟ کمینم بعد بزاعت پاسخ دادم اما پاسختون من رو قانع نکرد حتی پرسش اولاتری رو ذهنی من کرد چه پرسشی ازت استاد؟ گمان میکنی فلسفه خواندن تو چه دردی از دردهای مردم رو درمان خواهد کرد؟ خب واسه پاسخ پخته به این سوال شما بیشتر باید اندیشه کنم بد شد جوان اگر رسنجیده و بی محابا پاسخ داده بودی هرگز تو رو به شاگردی قبول نمیکرد سپاسگزارم استاد اما چرا فرمودین بد شد؟ از اخبار و گرد خاکی که در مدرسه قزوین راه انداختی چندان بیخبر نیستم اگر نوبه اول که نزد من آمدی می دانستم اهل اشتلم و قلقلهی جزمن قول مساعد نمی دادم ابن سینا در 20 سالگی سرآمد اتباع و حکماء زمانه خود بوده بیان که اهل تاخت و تاز و ایجاد کدورت خاطر باشد تو ابن سینا که نیستی هیچ زمانه تو هم زمانه ابن سینا نیست حکمه همینطور که شما میفرمایید از بنده هم اگه قصوری سرزده حق است تأمل بکنید تو نقایص افکار و اعوال و اعمال رو برطرف بکنم نقلی نیست علی حال به حرمت سعی صدر محمدی هم که شده تا اونجا که بتونم تو رو تحمل میکنم با من بیا من
من کاملا واقفم که شما از حد سن و سال خود بیشتر میدانی، اما من تو رو به خاطر اونچه که نمیدانی به شاگردی قبول میکنم، نه جهت کلکله و مکابره. ممنونم حضرت استاد. در مجلس درس ما اجازه نداری بدون رخصت گفت اظهار نظر یا طرح مسئله بکنی، چون با این رویه وقت شاگردان دیگر رو میگیری و ما ابدا به تو چنین اجازه ای رو نخواهیم داد. هرچی شما بفرمون حضرت استاد. علی حال، از اولین روز هفته آتی میتونی به مجلس درس ما بیای. خاموش، خاضع و سر به زیر. به یاد داشته باش تا کوچک نشی بزرگ نخواهی شد. اول ببین جاد، اون وقت بزار پات طلبه فراحوصله جدلوک. فی امان الله. ساقیا برادر، نوع انسان بی حد است، در حقیقت نوعش افزون نزد است. اهل دانش را شده ظاهر حجاب، ولنه انسان هست نوعش بی حساب. فلسفه خواندن تو چه دردی از دردهای مردمان رو درمان خواهد کرد؟ بر مزاقت هر یکی از اهم مشکلات فلسفی که تا امروز لاینحل مانده عبارت است از نحوه رابطه میان عالم طبیعت و ماده که موصوف است به حرکت و تغییر، و خداوند متعال که ثابت است و مبرای از هر تغییر. اشکال این است که از یک سو قاعده سنخیت علت و معلول اقتضا دارد به این که اگر معلول حادث و غیر ازلی است، علت هم که خداوند است باید حادث و غیر ازلی باشد، که این سخن باطل است. و یا این که اگر خداوند در مقام علت العلل عالم طبیعت و ماده قدیم و ازلی است، پس جهان هم باید قدیم و ازلی باشد، که این سخن هم باطل است. عمد پاسخ ارائه شده
برای حل این تناقض پاسخ فلاسفه مشایی چون ابن سیناست که سعی کردند با واسطه قرار دادن گردش فلکی میان وجود ثابت الهی و جهان متغیر طبیعت این مشکل فلسفی را حل کنند. اما این نظریه مشایون به نظر قانع کننده نمیاد حضرت استاد. تو سخن نوتری داری علیکم. سلام علیکم. به نظر حقیر که هنوز چندانم پخته نیست، تفکر عمیق‌تر در ذات حرکت جهان مؤید این معناست که علاوه تغییر و تحرک در ظواهر و اعراض پدیده‌ها، جوهر و باطن اونا هم در تحول و حرکته. لذا واسطه میون وجود ثابت و قدیم خداوند با مخلوقات حادث و متغیر و حرکت فلکی که قدمای مشایی میگن، بلکه حرکت جوهری مستتر در ذات خود موجودات. در ظاهر امور اگه حرکتی هست، نشون از حرکتیه که در باطن اونا جریان داره. سخن شما در این فقره هرچند تأمل برانگیز، اما به همان اندازه قول مشائیون قابل تردیده. من خود نیز برای نسبت میان خدا و جهان طبیعت ربط و واسطه دیگری استنباط کردم که نام اون رو حدوث دهری گذاشتم. حدوث دهری؟ اما سخنم رو قطع نکن جواد. ببخشید. در واقع علاوه دو عالم ثابت و متغیر، عالم سومی قابل تصور به نام وعاء دهری که نقطه اتصال میان وجود ثابت و ازلی خداوند با موجودات متغیر و غیر ازلی است و به همین جهت هم بعد ثبات دارد و هم بعد حدوث و تغییر. اما جسارتم جوان باز که سخنم رو قطع کردی. بله ببخشید، گمون کردم فهمایشتون تموم شده. بله حق با توست، به خاتمه رسیده، چون وقت قدم زدن ما هم به اتمام رسیده فی امان الله. اما استاد معظم، به نظر بنده اتصال و پیوست جهان طبیعت و مادیات با خداوند ازلی تنها با اتکا به دو اصل امکان پذیره. یکی اصل حرکت که ذاتی جهان ماده است و دیگه اصل ثبات که در کلیت مجموعه جهان وجود داره. گوش کن پسر، من که میرداماد هستم و برخی معلم ثالثم نامیدند، در صدد تحمیل عقیده خود به هیچ احدی نیستم. تو هم نباش. میدانم از طلاب هم دوره خود که هیچ، از بعض هم دوره های سن سال من هم پیشی، اما بدان که تا برای سوالی که چندی پیش از تو کردم پاسخی پخته و درخور پیدا نکنی، علم و معرفت تو پشیزی به درد نخواهد خورد. رنج نبینی، گنج هم نمیبینی، طلبه نصف نیم کاله. شاید حضرت میر فندرسکی در این فقره کمک حال تو باشد. گاه که از خانه بیرون میزند، پنهانی پاپه او برو، خاص دو روز آخر هفته را. فی امان الله.
فرمان همایونی شد. تا اکنون احکام ذیل را مقرر کرده و تخطی از آنها را به شد عذاب حوالت دهیم. یکم، در حد فاصله دو شهر اگر حجمه ای از جانب قطاع طریق به جان و مال و نوامیس مردم صادر شود، واریان هر دو شهر حد فاصل ضمن پرداخت تمام کمال خسارات به مردم از همه مناسب برکنار خواهند شد. دویم، در حومه هر شهر جهت رفاه مسافران و کاروانیان حداقل باید 4 کاروان سرا در 4 جانب بنا شود و من حیث المجموع ما یعنیم تا 999 کاروان سرا در جوانب مختلف این ملک بنا شود. سیوم، در ساخت و توسعه مدارس دینیه شهرهای بزرگ اهتمام دوچندان شود. چهارم، در خصوص اقلیت‌های دینی و سفرای ممالک مایل به مودت با حکومت ما کمترین تعدی و ستمی روا نشود. انجام، به سبب فتور بنیادخان ذوالقدر، حاکم بیکفایت خطه فارس و موارد عدیده تظلم خواهی رعایای آن خطه از عمال تحت فرمان وی، شخص مذکور عزل و حزل و از این مورخه ما بعد قلر آقاسی دربار ما جناب الله وردی خان به سبب درجات بالای لیاقت، کیاست و سیاست به حکومت آن خطه منصوب می شود و منصب ایشان به یکی از عمرای خدمتگزار ما جناب قرچاقای بک احاله می شود. سوپ فردا متوکلن الله در معیت سرداران جن نصار، فرهاد خان قرمانلو و قرچاقای بک راهی می شویم جهت شرق خراسان تا باز عبدالمومن خان کشتی نهایی را بگیریم. قدمت رو چشم کاکو. چیز قابل داری نیست، خونه طلبگیه دی. بفرمون مشغول شی. بفرمای. ممنون. اینطور که از احوال سوت و کور این خانه پیداست، به گمانم که هنوز تأهل اختیار نکردی. ها؟ خیر کاکو، مشغله یه تعلم و تفحص جوری پیمونه شب روز مونه پر کرده که دیگه وقتی برای این قبیل خطر کردن رو باقی نمیمونه. اما از وجنات شما پیداست اینگو اهل خطر کردنید و خودتون رو دست پاگیر کردین. ها؟ اگر نبود خواست محکم پدر، من همچون تو چندان در قید معنا نبودم. اما خوب حالا. اما خوب، مبارکه. انشالله به خیر و خوشی. انشالله نوبه شما. البته به شرط اینکه من هم حتما حضور داشته باشم. نقلی نیست، اما باید 30-40 سالی صبر کنیم. راستی خادمتان میرزا حبیب کجاست؟ برای خرید رفته بیرون.
همه الانه که پیداش بشه. سربند آن واقعی شوم در قزوین اکنون حال احوالش چگونه است؟ خیلی که تعریفی نیست، یه جوری تحمل میکنه دیگه. خدا صبرش بده. خب بسیار خوب، بهتر است دیگر رفع زحمت. حالا کجا باید همه عجله؟ شام و امشب بایست با ما باشین. انشالله نوبه بعد. حضرت ابوی همینقدر فرصت دادند که بیایم برای خداحافظی. هم امشب عازمیم به جهت ولایت شما. مگه تو شیراز دوباره گرد و خاک شده کوکو؟ این فقره جای نگرانی ندارد. شاه به سبب دادخواهی مردم بنیادخان زلغت را عزل و حالا پدر به جای او می رود. خوشا به حال اهالی خطه فارس. عرض سلام بنده رو خدمت جناب اللاوردی خان برسونین. برای والده مکرمتان اگر نامه و دستخطی داشته باشید با کمال میل میبرم. ممنون کاکو، اگه زحمت نباشه البته که دارم. همینجا میخواستم پس اون فرد و با کاروانی که به او طرف میره نامه او رو بفرستم، اما حالا خاطر جمعم که زودتر میرسه. بفرمایید. الحال که از یکدیگر تا مدتی نامعلوم جدا میشویم، به حرمت رفاقت فیما بین خود را موظف به عرض مطلبی میدانم. شما امر بفرمایید کاکو. میدانی محمد صدر، من مرد نظامم و از ظرایف معرفتی بهره چندانی ندارم. در این حال واقفم که اصفهان تختگاه مادام العمر جناب همایونی خواهد بود و به جهتی چنان که افتد و دانی حیلتگاه خود بازانی که در هر کسوتی پیدا می شوند. مراقب باش که آسیبی از آنها متوجه تو نشود. بسیار خوب، بعدی دیدار بعدی من شاید شیراز باشد. تا خدا چی بخواد کاکو. آدینه ششم محرم مطابق نقشه همایونی
گوبای ازبک به توهم عقب نشینی ما از قلعه هارات بیرون زدن. ما هنوز نفهمیدیم چی شده که بخش میمنه گوشون ما یحتمل به زوشش ارگو احساسات بی محابا و بی احساسات سایکر اقدام به حمله کردن و بنده که در جانب میسره در حال ساماندهی گوشون بودم لازرم ساره ندیدم جز این که به کمک سربازان خودی که در محاصره دشمن افتاده بودند بشتاب. حالا زنگ میرم تا به نفع ما مغلوبه بشود که به یک باره گوشون کمکی به یاری سپاه در حال شکست خان ازبک رسید. واو الهی شد مرشد کامل که از پیچ و خم آن درامات زاردن سلامت زست. پنج هزار سرباز رشید ملا به طرف طلعینی به هلاکت دادی سردار. عرض کردم جناب همایونی قصور از من نبود، ناقافل زایه وارد شد. ساکه چون فراز خان گوشی ادونه رو چردم سان حالا بهبه داده ایسان. نوبه اول نبود که بی اجازت ما خود سری کردی. در فقره خان احمد ملعون هم بی اجازت ما دام به نامنگاری با سرداران اون کردی. هر اون دفعه را بی جهت توفیق در دفع فتنه از خطای تو گذشتیم، این دفعه را چی بکنیم؟ من خواستی کلهم پیروزی بر ازبکان را به اسم خودت تمام کنی؟ تا در همه ایران شهره بشوی که هجمین نفوس بگوین شاهر چه دارد از صدق سر لیاقت سردارانی چون تو دارد ها؟ خدا مرا نبخشد اگر این معنی خام حتی به مخیلم خطور کرده باشد. خود حرف ما گفت، حالا ما به تو نشان میدهیم ایران هر چی دارد از شاه عباس صفوی دارد. برچی باشی؟ توفنگ چی هاسی؟ قربان ایرام آمادگی کنید جهت حمله به قلعه هارات. عباس در این حجمه یا کشته می شود یا سر دین محمد خان ازبک را با خود به تخت گاه ببرد. برفید اطاعت آماده از این تحت و کیف در اردو به من فرهاد خان نشغل بگ. قربان با ما بیا. نمک به حرام و بی چشم رو نیستیم. سردار شجاع و مطیر را روی تخم چشم خودمان میگذاریم، اما برای آدم خیلی سرم قسمی رفتار میکنیم که ابلیت آموز دیگر عمرا باشد. ما که آزم میشویم شما در اردو بیمان و فرهاد خان را فیلفور راحت کن. شهریارا جسارت میکنم و از جهت ایشان طلب عفو میکنم. غیر عضو عزیز یک بدنت مفونت بخوند و مبتلای گانگار یا بشود صبر میکنی تا من از به دیگر اعضای بدنت هم منتقل بشود؟ ما که تاخت کردیم سمت هرات دستور را فتفور اجرا میکنی، افرادت را برمیداری، من از دیگر هرات به ما مراق میشوی. های های های